درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم کانادا از آغاز یک ابتکار عمل با مشارکت 58 کشور به منظور متوقف کردن روند بازداشت های خود سرانه در کشورهای خبر داد که از این اقدام برای دریافت امتیاز سیاسی و دیپلماتیک استفاده می کنند. در این طرح به طور مستقیم به نام کشور خاصی اشاره نشده اما کشورهای مانند چین و ایران سابقه طولانی در بازداشت شهروندان خارجی دارند. هدف این طرح پایان دادن به بازداشت شهروندان خارجی به منظور استفاده از آنها به عنوان یک اهرام دیپلماتیک است. وزیران امور خارجه 27 کشور اروپایی، ژاپن، بریتانیا و استرالیا از جمله امضا این طرح هستند. آنتونی بیدینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز با انتشار ویدیویی حمایت خود را از این طرح که علیه بازداشت‌های خودسرانه به عنوان ابزاری در روابط بین دولت هاست اعلام کرده است. بلینکن تاکید میکند که انسانها ابزار معامله نیستند و بازداشت انسانها به منظور بهره برداری دیپلماتیک از آنها باید همین حالا متوقف شود هرچند در طرح 58 کشور علیه بازداشت های خودسرانه به نام کشور خاصی اشاره نشده است هدف از این طرح افزایش فشار بر کشورهای اعلام شده که از بازداشت شهروندان خارجی به عنوان یک اهرام دیپلماتیک استفاده می کند. رویترز به نقل از یک مقام کانادایی گزارش داد که جرقه این تر با بازداشت های خود سرانه در کشورهای مانند چین، ایران، روسیه و کره شمالی خورد. ایران از جمله کشورهایی است که به طور علنی شهروندان خارجی و دو ها را با اتهام مشترک جاسوسی و حکم ده سال زندان بازداشت میکند و سپس آشکارا اعلام می کند که آماده است آنها را در مقابل دریافت امتیازهایی از جمله آزادی ایرانیان زندانی در کشورهای دیگر آزاد کند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همواره میگوید که ایران آماده مبادله زندانیان است و وزارت امور خارجه نیز فهرستی در این زمینه آماده کرده است هرچند مقامات جمهوری اسلامی میکوشند عنوان مبادله زندانیان را روی این اقدام بگذارند از نگاه بسیاری از ناظران بینالمللی و کشورهای دیگر بازداشت خودسرانه اتباع خارجی با هدف دریافت امتیاز گروگانگیری است ایران در موارد متعددی امتیازهایی در مورد نظر خود برای آزادی شهروندان خارجی یا دو ها را اعلام کرده که از جمله آنها مطالبه ی بدهی 400 میلیون پوندی از بریتانیا در مقابل آزادی نازنین زاغری از رد کلیف شهروند ایرانی بریتانیایی است او از پنج سال پیش به تام کمک به براندازی نرم در زندان به سر میبرد کشورهای مانند ایران تا کنون در مسیر بازداشت شهروندان خارجی و دریافت امتیاز موفقیتهایی به دست آوردند که از جمله آنها پالتوی پول معروف است که دولت باراک اوباما برای آزادی دو تا ها در جریان اجرای برجام به ایران فرستاد. در این بین همواره این پرسش مطرح است که آیا راهی برای مقابله با بازداشت های خودسرانه و پایان دادن به این فشار وجود دارد یا خیر؟ هنوز جزئیات طرح کانادا در این زمینه اعلام نشده اما حمایت تعداد قابل توجهی از کشورهای قدرتمند جهان از این ابتکار عمل می نشانه ای امیدوار کننده باشد. بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی در اوین سه روز پس از انتقالش به بیمارستان لغمان تهران درگذشت ابراهیم الله بخشی درویش گنابادی و از نزدیکان محجوبی روز سهشنبه 28 بهمن ماه در حساب توییتر خود با یک جمله بهنامم آزاد شد از درگذشت او خبر داد او ساعتی پیشتر نیز در توییت دیگر همین خبر را به طور غیررسمی از مسئولان بیمارستان نقل کرده و از قول آنها افزوده بود اما دستور دادند تا سه روز دستگاه ها به صورت نمایشی به او وصل باشند بهنام محجوبی بهمن ماه سال 96 در تجمع دراویش گنابادی در گلستان هفتم منطقه پاسداران در اعتراض به محدودیت های ایجاد شده برای نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی شرکت کرده بود که به زد و خورد و بازداشت تعداد زیادی از دراویش انجامید او که در این جریان بازداشت شده بود در دادگاه به دو سال زندان محکوم شد و از خرداد ماه سال 99 در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین بود در دوران زندان او را برای مدتی به بیمارستان روانپزشکی امینآباد تهران منتقل و در آنجا بستری کرده بودند که بعدتر از شرایط بسیار بد آنجا خبر داده بود او روز شنبه 25 بهمن ماه در پی مصمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان لغمان تهران منتقل شد دوشنبه شب پزشکان معالج به مادر و بستگان محجوبی گفته بودند سطح هوشیاری او پایین آمده و به زیر سه رسیده و تنها با دستگاه قادر به تنفس است بطول حسینی مادر بهنام محجوبی نیمه شب دوشنبه با انتشار ویدیویی از مقابل بیمارستان لغمان تهران در رسانه های اجتماعی خبر داد که با وجود درخواست ها و پیگیری ها اجازه ملاقات او با فرزندش در بیمارستان داده نشده بنا به گفته کادر درمان بیمارستان لغمان قوه قضاییه و سازمان زندان ها به نام محجوبی را ممنوع ملاقات اعلام کرده بودند شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران معتقد است که رئیس جمهور جو بایدن با بازگشت به برجام باج ای خواهد داد شاهزاده رضا پهلوی که برنامه گذار ایران به دموکراسی آزاد را دنبال می کند، به روزنامه نیوزویک گفت که بازگشت به برجام خطای واحش بایدن خواهد بود او با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین ضربالعجل برای لغو تحریمها به تلافی کشته شدن فخرزاده گفت دولت بایدن قبل از ورود به کاخ سفید برنامه خود را افشا کرد و موجب شد رژیم ایران میزان تهدید خود را با غنیسازی بیشتر مواد اولیه بنبه هستهای افزایش دهد شاهزاده رضا پهلوی گفت معلفه های مهم معامله از بین رفته و به زودی بیشتر از بین می رود. اگر ارزش آن در سال 2015 زیر سوال بود، در سال 2021 به صورت واضح معامله بدی است. ایالات متحده نباید تسلیم باجگیری هسته ای شود. ولیعت پیشین ایران ضمن بیان اینکه اشتیاق بایدن می تواند برای ایران فرصتی باشد پیش بینی کرد. ایالات متحده به همان اندازه که در برجام اصلی کوتاه آمد برای توافق جدیدی که ارزش کمتری دارد کوتاه می دولت اصرار دارد که رسیدگی به سایر مسائل بر اساس این اتفاق استوار خواهد بود با چه اهرامی شاهزاده رضا پهلوی معتقد است که تهران مستحصل است رژیم مجبور شده که اعتراضات بزرگ و کوچک را سرکوب کند اعتراضاتی که ناشی از به سطوح آمدن صبر مردم از کیفیت پایین زندگی هزینه گذاف کالاهای اساسی و فساد است در سال 2019 وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که نیروهای امنیتی در سرکوب و اعتراضات ناشی از قیمت جدید سوخت 1500 نفر را کشتند. شاهزاده رضا پهلوی مانند دیگر منتقدان جمهوری اسلامی بر این باور است که تنها راه کمک واقعی به ایرانیان سرنگونی این رژیم سرکوبگر است. او گفت پس از 42 سال حکومتداری با افکار دوران تاریک مردم ایران میدانند که چه کسی مسئول پایین آوردن سطح استاندارد زندگی و آزادی های ابتدایی اجتماعی و سیاسی آنهاست. به گزارش نیوزویک شاهزاده رضا پهلوی که برای سازماندهی جامعه مدنی ایران و گذار مسالمت و دموکراتیک به دموکراسی واقعی تلاش می کند می گوید که شخصاً شخصا به ایفای نقش رهبری ایرانیان ندارد بلکه مدافع و طرف آنهاست شاهزاده رضا پهلوی گفت من هیچ جاه طلبی شخصی ندارم به همین دلیل بسیار از ایرانیان به من گوش می دهند و اعتماد دارند اگر من چیزی را برای هموطنانم هم نماد این موضوع بازگشت به گذشته نیست بلکه مربوط به آینده است این چشماندازی برای آینده متفاوت و بهتر است. به نظر می رسد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به جای اینکه بر اعمال و رفتار رهبر ایران نظارت کنند، تمام تلاش خود را به کار بستند تا موجبات رضایت سیدری خامنه ای را فراهم آورند. دیدار غریب الوقع نمایندگان خبرگان با خامنه ای ارز ارادت دوباره این افراد با خامنه ای می باشد. رهبر ایران به عنوان فرمانده کل قوا با اشرافی که بر تیم‌های حفاظت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری دارد، به نوعی شیشه عمر این افراد عموما سال خورده و در شرف ناتوانی جسمی و عقلی را در دست دارد. خبرگان از بیم جان چاره جز دستپوسی رهبر ایران ندارند. خبرگان رهبری با چالشی رو به روز که توان مقابله با آن را ندارد. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی